به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز و در این ویدیو طرز تهیه یک خوراک عالی با گوشت چرخ کرده رو بهتون میخوام یاد بدم. اول لپا رو با آب جوش بذارید تا یک ساعت خیس بخوره. مزه دار کردن گوشت چرخ کرده رو با سیر خرد شده، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه و دارچین ادامه میدم. خوب ورز بدید تا این شکلی نگاه کن یه دسته یه دست بشه. حالا یه تیکه وردارید و اینجوری گوشت قلقلی درست کنید. عالیه. بذاریدشون کنار. کدو رو بردارید. تو این ابعاد قاچشون کنید. عالیه. لپالو آبکش کنید، تو آب جوش بریزید و گوشت رو با هم سرخ کنیم. همینه. تو مرحله سرخ هی این ور اون ورش میکنم تا همه جاش طلایی بشه. این منظورمه. حالا گوشت رو ور میدارم و تو همون روغن کدو رو هم سرخ میکنم. فلفل سیاه و نمک. حواستون به لپه ها باشه. وقتی کتو تو این مرحله رسید گوشت رو اضافه میکنم، یه دقیقه دیگه سرخ میکنم. بذارشون کنار. یه مایتابه دیگه بیارید. داغ که شد پیازو با روغن تفت بدید. همیشه آب همراهتون باشه برای کاراملی شدن. وقتی لپه تو این مرحله رسید آب کش کنید و یه گوشه اون مایتابه به همراه روغن زیتون، نمک و زردچوبه یه دقیقه تفتش بدید. حالا با هم قاطیشون کنیم. دوباره آب برای کاراملی شدن و حالا رب گوجه. همینه. این برگه زردالوه، برگه هلو و آلو هم میتونید استفاده بکنید. یه کوچولو تفت میدم. دوباره یه کم آب و کدو و گوشت رو اضافه میکنم. حالا آب میریزم، جوش که اومد حرارت رو کم میکنم، درش رو میبندم تا بپزه. تو تهیه برنج، برنج شستش داره با نمک و آب روغن بریزید، بذارید بجوشه. اینم زعفرونه، میکوبم، با یخ میذارم تا ذوب بشه. آبش گرفت، درش رو ببندید تا دم بکشه. حدود 10 دقیقه بعد یه کوچولو زعفرون میزنم. این کار باعث میشه تا برنجاتون یکی در میون طلایی بشه. اینم خورشت یا خوراک ما نیم ساعت بعد از اینکه درشو گذاشتم. نگاش کن. اینم برنج خوشگل و خوش عطر و خوش رنگ ما. همینه. نگاش کن، یه غذای متفاوت و خوشبافت و خوشمزه. نگاه کنیم برگه های خوشگل. من نواب ابراهیمی هستم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید.